خیلی بسیار خوب، با همین مسئله آغاز کنیم. برای اینکه ما هنوز که هنوزه از بحران گروگانگیری بیرون نیومدیم، برای اینکه میدونید که بسیاری از تحریم هایی که الان شامل ایران میشه از سوی امریکا به خاطر همون گروگانگیری است. گروگانگیری که به نام به اصطلاح مبارزه با امپریالیسم آغاز شد، ولی در اصل هدف آقای خمینی از نگه داشتن 444 روزه گروگان ها حذف افرادی بود که با حکومت او سازگار نبودند. اول دولت مهندس بازرگان بود، بعد آقای ابوالحسن بنی صدر و گروه های چپ و سازمان مجاهدین خلق، که اینها مزاحم هر کدوم به نحوی مزاحم حکومت آقای خمینی و ولایت فقیه بودن، و گروگانگیری رو اینها یک قراردادی بستن با آمریکا یا تحت عنوان قرارداد الجزایر. همون موقع تقلبی کردن و گفتن این قرارداد نیست، بیانیه است، در صورتی که در انگلیسی agreement بود و قراردادها باید به تصویب رئیس جمهوری میرسید و رئیس جمهور وقت آقای بنی صدر این رو حاضر نشدن امضا کنن، برای که هرچی آمریکایی‌ها خواسته بودن در اون قرارداد داده بودن. حالا علتش چی بود؟ علتش این بود که اینها از گروگان‌ها فقط استفاده سیاسی کرده بودن و یک نفر رفته بود پیش آقای خمینی و آقای خمینی گفته بود که اینها دیگه به درد ما نمیخورن، دیگه مصرفشون تمام شده، باید اینها آزاد بشن. و همینطور هم شد. این قرارداد رو که آقای بهزاد نبوی بست در الجزایر، و بعدا خود آقای بهزاد نبوی گفت که قراردادی مثل قرارداد وثوق الدوله بود که من امضا کردم. اما چند سال بعد که این سوال رو ازش کردن، گفت مجبور شده چون آقای خمینی خواسته بود و نمیتونست کار دیگه ای بکنه. به هر حال زیرازیر با گروه های تندروی آمریکایی، یعنی آقای ریگان و آقای بوش مذاکره کردن، گروگان ها را انقدر نگه داشتن که کارتر شکست بخوره و با اونها همکاری رو شروع کردن و جنگ رو ادامه دادن، بحران دوم. که این جنگ هم ادامه پیدا کرد و متاسفانه 8 سال طول کشید و اون هم با یک آتش، با یک سرکشیدن جام زهر. اون بحران رو هم هنوز ما تمام نکردیم، برای که میدونید که ما با عراق الان در حال آتش بس هستیم. هنوز صلحی بین ایران و عراق وجود نداره. معلوم نیست که مقصر جنگ چه کسی بود، چه کسی باید خسارت بپردازه، چه میزان باید خسارت بپردازه. و به هر حال هر وقت یک جنگی میشه، بعد از اون جنگ یک عهدنامه ایجاد میشه و این مسائل باید حل و فصل بشه، ولی هیچ کدوم از اینها نشد. اون جنگ رو همینطوری با اون افتضاح به پایان رسوندند. یعنی که خود آقای هاشمی مدعی است، در کتابش نوشته، در سخنرانیاش گفته که 1000 میلیارد دلار به ایران خسارت وارد شد. حالا این خسارت های مادی جای خود داره، حدود 500 هزار نفر از دو طرف کشته شدن، فرصت رشد از یک نسلی، نسل جوان ایرانی کاملا گرفته شد و یک استبداد سیاه. به اصطلاح این ادامه جنگ برای این بود که ولایت مطلقه فقیه کاملا مستقر بشه. و جالب هم هستش که وقتی که جنگ تموم شد، دو نتیجه داشت. یکی ولایت مطلقه در قانون اساسی وارد شد، دوم اینکه با کشتار، یعنی یک معامله کردن که جنگ تمام بشه و شروع کردن کشتار زندانی های سیاسی. و الان بعد از جنگ وارد بحران سوم شدیم که این بحران سوم رو آقای هاشمی رفسنجانی و آقای خامنه ای هستن که مسئولیتشو به عهده دارن. خود آقای هاشمی رفسنجانی اخیراً مصاحبه کردند که در همون اوایل جنگ جلسه داشتن و گفتن که این جنگ چون ممکنه 20 سال طول بکشه، ما باید یک سلاح بازدارنده داشته باشیم. و سلاح بازدارنده میدونید که چیزی به غیر از سلاح اتمی نیست. و خود آقای هاشمی رفسنجانی این مطلب رو درباره اسلحه، درباره سیاست هسته‌ای میگه.
البته اضافه میکنه میگه این در فکر ما بود ولی هیچ وقت عملیاتیش نکردیم و جدی نگرفتیمش. اما ایشون طبق معمول دروغ میگه، برای اینکه اگر عملیاتی نکردید و اگر به فکر ساختن بمب نبودید چطور میشه که ایرانی که هنوز راکتور نداشت، میدونید که قرارداد راکتور با روس‌ها 10 سال بعد از جنگ بسته شد، هنوز ما راکتور نداریم، اورانومی هم نداریم، ولی رفتید اولین کاری که کردید این که دستگاه غنی‌سازی اورانیوم وارد ایران بکنید از طریق پاکستان و با پرداختن هزینه‌های بالا، و پاکستان هم سانتریفوژهای بسیار قدیمی خودش رو به ایران فروخت و طرح اینکه چه شکلی میشه غنی‌سازی کرد رو هم به ایران داد. بانی این سیاست آقای هاشمی رفسنجانی و آقای خامنه‌ای بود. و مهمتر این که ما یک سند رسمی داریم در این رابطه. سپاه پاسداران در نامه‌ای که به آقای خمینی می‌نویسند در روزهای آخر جنگ، و آقای خمینی طبق اون نامه، طبق اون سند به جنگ پایان میده و به قول خودش جام زهر رو سر می‌کشه، در اون نامه سپاه پاسداران میگن اگر ما بخواهیم جنگ رو پیروز بشیم نیاز به چند صد هواپیما داریم، اسلحه فلان داریم، توپ داریم، اسلحه لیزری داریم و اسلحه اتمی داریم. و این نامه در خاطرات آقای منتظری برای اولین بار درج شد و اون نامه هست. خب اگر سلاح اتمی یک سلاحی بود که حرام بود و از دید مذهبی غیر قابل استفاده بود، چگونه همچین چیزی رو سپاه پاسدار تقاضا میکرد که در اختیارش بگذارن از آقای خمینی؟ و آقای خمینی چرا موضعی نگرفت در این رابطه و فقط گفتن که دولت دیگه این امکانات رو نداره، توانای مالیش رو نداره؟ بیدادی همینجا شما من یه پرانتز باز کنم. به این ترتیب این داستان حرام بودنی که از آقای خامنه‌ای نقل میشه چگونه است که به قول شما آقای خمینی که اون موقع مرجع تقلید بودن و رهبر انقلاب بودن وارد بحث حرام بودن و حرام نبودنش نمیشن، ولی آقای خامنه‌ای همیشه به نام خودش سکه زده این رو که ما با این به عنوان یک چیز فتوا میده که حرام بوده؟ ببینید، میدونید که حرام بودن و حلال بودن نزد روحانیت حاکم بستگی به نرخ روز داره. یعنی یک چیزی میتونه حرام باشه و فرداش حلال بشه و بستگی به موضع‌گیری‌های سیاسی داره. اینها که عقیده‌ای ندارن، که اصلی که ندارن، که اخلاقی که وجود نداره که شما بگید که واقعا اخلاقا اینها حرام کردن. خب این سیاست اتمی ایران چه پاسخی دارن؟ غنی‌سازی رو برای چه راه انداختن؟ ساختن راکتور آب سنگین رو برای چه کاری انجام دادن؟ تمام اینها رو برای اهداف امنیتی و نظامی انجام دادن. جالب است، یادآوری میکنم، آقای هاشمی رفسنجانی در سال 1380، یعنی قبل از این که تأسیسات هسته‌ای ایران توسط اسرائیلی ها افشا بشه که به اسم مجاهدین افشا کردن ولی اسرائیلی ها به مجاهدین داده بودن، آقای هاشمی رفسنجانی حدود 2 سال قبلش در یک نماز جمعه عینن صحبت های زیر رو میکنه، میگه که اسرائیل اگر میتونه مانور بده و از دید آقای هاشمی رفسنجانی پررویی کنه و نفوذ کنه و اذیت بکنه به خاطر این است که سلاح اتمی داره، اما اگر روزی یکی از کشورهای اسلامی به سلاح اتمی دست بیاورد دیگه اسرائیل نمیتونه به قول آقای هاشمی رفسنجانی از این غلط‌ها بکنه. خب همه میدونستن اون موقع پاکستان رسما سلاح اتمی رو داشت، بمب رو استفاده کرده بود. خب آقای هاشمی رفسنجانی منظورش از یک کشور اسلامی کدوم کشور بود؟ مسلم تو ذهنش ایران بود، ولی آقای هاشمی رفسنجانی چون مرتب خلاف حقیقت میگه فراموش میکنه که
در اون موقعی که این حرفا رو میزده در ذهنش ایران بوده و یادش هم نبوده که پاکستان به طور رسمی بمب اتم رو داشت. و همه اینها نشون میده این که برن مخفیانه بگیرن، حتی میخواستن بمب رو بخرن از پاکستان که به دنبال بمب بودن. با توجه به مسائلی که اون افشاگری ها به وجود آورد، اینها مجبور شدن اون پروژه ساختن بمب رو کنار بگذارن. و از اون موقع یک چیزی به اسم فتوای آقای خامنه‌ای بیرون دادن، ولی آقای خامنه‌ای یک روز یک صحبت میکنه، یک روز یک صحبت دیگه میکنه. آقای خامنه‌ای دروغگوی بسیار بزرگ و قهاری است. ایشون زمانی که خودشون داشته با آمریکایی‌ها در عمان مذاکره میکرده و آقای ولایتی و آقای صالحی رو فرستاده بود اونجا که با اونها مذاکره بکنه، همون موقع سخنرانی میکرد، میگفت مذاکره با آمریکا ممنوع است. خب وقتی کسی بتونه به این راحتی روز روشن دروغ بگه، و خب البته اون موقع کسی نمیدونست که اینها دارن مذاکره میکنن، بعدن مشخص شد که مذاکره میکنن، و میتونه راجع به فتوا هم دروغ بگه. اما این درباره برجام ایشون شروع کرد و گفتش که برجام، یعنی برنامه جامعه اقدام مشترک، شروع کرد و گفتش که این یک نرمش قهرمانان است. میدونید که نرمش قهرمانانه اسم کتابی است که به عربی نوشته شده درباره صلح امام حسن، و آقای خامنه‌ای این کتاب رو ترجمه کرده و اسمش هم نرمش قهرمانه، و این نرمش قهرمانه رو پیش کشید. ولی حالا میبینید که چون مفتضح شده این جریان و حقایق روشن شده، صحبت از نفوذ امریکایی ها میکنه، صحبت از جلوگیری از هر گونه مذاکره میکنه. در این چند روز حدود 20 نفر رو، در این دو هفته حدود 20 نفر رو دستگیر کردن به خاطر اینکه به اصطلاح از نفوذ آمریکا جلوگیری بکنن. یعنی حتی صدای آقای روحانی هم در اومده که یک روزنامه یک چیزی می‌نویسه و فردا میرن یکی رو میگیرن به عنوان اینکه طرف نفوذی غربی هاست. حالا ببینید، ما اگر بخوایم مسئله برجامی که بحث امشب ما هم هست خوب درک کنیم، باید ویژگی های این برجام رو از دید آقای خامنه‌ای در نظر بگیریم، چون معمار سیاست مذاکره با غرب خود آقای خامنه‌ای است. و میدونید طبق قانون اساسی هم که البته ولی مطلقه است، هر کاری میتونه بکنه، قانون اساسی از دید اونها کف به اصطلاح توانایی های رهبر است، ولی طبق قانون اساسی هم سیاست خارجی دست رهبر است، حدود کلیش. و همه میدونیم که قبل از آمدن آقای خامنه‌ای ایشون مشغول نرمش قهرمانانه بوده. حالا ایشون چه نوع توافقی رو میخواستن؟ این توافقی که آقای خامنه‌ای میخواد 5 ویژگی داره، و من در مصاحبه های مختلف، در نوشته های مختلف، در این 2 سال و حتی قبل از این مذاکرات اینها رو به طور مرتب خدمت هموطنان بازگو کردم که با خاطر اهمیتش، و میبینیم که روز به روز واقعا همون چنان شد که گفته شده بود. اولین ویژگیش از طریق دید آقای خامنه‌ای این هستش که بر توافقی صورت بگیره که واقعیت برنامه هسته‌ای ایران رو آشکار نکنه. یعنی آقای خامنه‌ای چون اون پروژه بمب رو کنار گذاشته بودن، میخواد در افکار عمومی طوری وانمود بشه که انتخابهایی که از روز آغازین سیاست اتمیشون کردن، مثل سیاست غنی‌سازی، مثل ساختن راکتور عراق، برای تولید برق و تکنولوژی صلح‌آمیز هسته‌ای بوده. در صورتی همه میدونن یک همچین چیزی نیست و اینها مجبور شدن همه اینها رو کنار بذارن و فقط یک دکوری رو نگه دارن. ببینید، ایران تا 8 سال فقط 5060 تا سانتریفیوژ میتونه داشته باشه، تا 10 سال میتونه سانتریفیوژ جدید بسازه به شرطی که موتور نداشته باشه،
و بعد از 10 سال تا 13 سال فقط سالی 200 تا سانتریفیوژ جدید تر میسازه. تمامی این سانتریفیوژ ها هم کار بکنن، حدود 1.5% سوخت راکتور عراق اشراکتور بوشهر رو تامین میکنه، 1.5% سوخت اونجا رو، که خود اونجا 1.5% برق ایران رو میده. کدوم کشوری، کدوم عاقلی، کدوم سیاست اقتصادی میتونه یک همچین چیزی رو بپذیره که شما این همه هزینه به گردن مردم نگه بنازید؟ به قول خود دولت آقای روحانی، بیش از 500 میلیارد دلار خسارت به کشور بزنید به خاطر تحریم ها، به خاطر اینکه ما 1.5% سوخت بوشهر رو که برقش 1.5% برق ایران هستش رو تامین کنیم، سوختی که میشه با چند میلیون دلار در بازار خرید. در با الان هم روسا دارن همون رو میدن، یعنی الان تا 10 سال هم روسا میدن و بعدش هم روسا میخوان بدن. پس همچین چیزی فقط یک دکوره. کسانی که از این برجام دفاع کردند و برجام رو خوب خوندن، اولین چیزی که من بهشون میگم، هدف از این برجام این بوده که پوشش بدن بر سیاست، بر دروغهای سیاست هسته‌ای ولایت فقیه در ایران. این ویژگی اولشه. یعنی آقای خامنه‌ای نمیخواستش که یک سیاستی، یک توافقی حاصل بشه که خدای نکرده واقعیت‌های سیاست هسته‌ای ایران آشکار بشه. البته خوشبختانه ایرانیان مبارز وجود دارن، ما اینها رو افشا کردیم و مشخص شد که واقعیت این غنی‌سازی و واقعیت این راکتور چیست و عده دیگه هم این کارو کردن. دومین ویژگی که آقای خامنه‌ای به دنبالش بود، اینکه غرب ایران رو به عنوان یک بازیگر منطقه شناسایی بکنه، قبول بکنه و به دنبال، خصوصا آمریکا، به دنبال اینکه این نظام رو سرنگون بکنه نباشه. و الان هم میبینید که چیزی که آمریکایی‌ها به آقای خامنه‌ای دادن و حتی آقای خامنه‌ای نوشت، آقای اوباما دو بار در نامه به ایشون تاکید کرده، این است که دیگه آمریکایی‌ها به دنبال سرنگونی این رژیم نیستن. اما آقای خامنه‌ای نمیدونه که این آمریکا نیستش که میتونه یک همچین وعده‌ای به آقای خامنه‌ای بده. از این وعده ها به آقای قذافی داده شده، از این وعده ها به آقای رئیس جمهور صدام داده شد، به روسیه داده، به سوریه داده شد و اصلا قدرت وعده سرش نمیشه. هر وقت بخواد مثل همین هلام و حرار است، عوض میکنن. یک روز با عربستان دوستن، یک روز با عراق دوستن، یک روز با ایران دوستن. اینها به دنبال منافعشون هست. حالا به هر حال آقای خامنه‌ای فعلا دلش خوشه این که اینها رژیم ایشان را به عنوان یک رژیم منطقه قبول کردن که نقش داشته باشه. و الان هم میبینید که نقشی که بهش دادن چه نقش کثیفی است در سوریه. به ایران چه مربوطی که به اونجا بره؟ از رژیم خونخوار آقای رئیس جمهور سوریه که تظاهرات مسلط آمیز مردم سوریه رو به خون کشید در آغاز و بعدش هم از اون داعش و غیره به وجود اومد و همه میدونیم و حتی خود اینها اون داعش رو تقویت کردن در اونجا. برای این ویژگی دومش بود. پس اول اینکه حقایق درباره مسائل هسته ایران بیان نشه، دومین ویژگی این که غرب به ایران نقش بده و رژیم ایران رو باز بشناسه، سومین ویژگی این بود برای از دید آقای خامنه‌ای که هیچ گشایشی با آمریکا به وجود نیاد. یعنی آقای خامنه‌ای به دنبال این نیستش که تحریم ها همه برداشته بشه. آقای خامنه‌ای به دنبال اینه که میزانی از تحریم ها برداشته بشه. معتادشون به بحران سازی و بحران بازی، دشمن بازی، دشمن سازی. نمیتونه اگر فردا آمریکا تمام تحریم ها رو برداره، آقای خامنه‌ای ناراحت میشه. برای اینکه تمام این دستگاه شعارش و دستگاه تبلیغاتش و دستگاه به اصطلاح زبانن ضد آمریکاییش نیاز داره که یک تحریم ها بخشش وجود داشته باشه.
به خاطر این به هیچ وجه نمیخواد که توافقی صورت بگیره که یک روابط سالمی بین ایران و غرب به وجود بیاره، روابط عادی. نه، نمیخواد این رو. میبینید که هر روز یک بازی جدید در میارن، نفوذ آمریکا، دستگیری خبرنگار، دستگیری دو ملیتی ها و کارهایی که اطلاع داره. چهارمین ویژگی توافقی که آقای خامنه ای میخواد این هستش که هیچ گشایشی در درون کشور به وجود نیاد، یعنی این توافق باعث نشه که خدای نکرده یک آسایش و امنیت و مقداری آزادی ها در ایران به وجود بیاد. و میبینیم که شب و روز قوه قضاییه به اصطلاح آقای خامنه ای مشغول به این کار دستگیری هاست، سپاه پاسداران این کار رو انجام میده. میبینیم افرادی مثل آقای سرخیز، فعالان سیاسی، فعالان کارگری، فعالان معلمین، اینها کاملا سرکوب میشن و هر روز هم که میگذره بدتر میشه، برای که نگران هستش که کنترل از دستش بره. و بالاخره میپردازم به ویژگی آخر که مربوط به خود شخص آقای خامنه ای میشه و شخصیت آقای خامنه ای میشه. شما در نظر بگیرید که آقای خامنه ای عملا الان در دست سپاه پاسدارانه، با این که میخواد یک نقشی بازی کنه که به گروه های دیگر هم فضایی بده، مثل گروه اعتدالیون و یا بخش کوچکی از اصلاح طلب ها، ولی کاملا در دست سپاه پاسدارانه. و خاطر اینکه آقای خامنه ای شجاعت تصمیم گیری و قبول مسئولیت رو نداره، کاملا فرد بزدلی است. آقای خمینی بر سر جنگ ایران و عراق عملا و علنا گفت من جام سحر رو سر کشیدم، مسئولیت رو پذیرفت، هرچند با قدرت تمام هم گفت که دربارش صحبتی نشه، به دنبال این نباشید که سوال و جواب بکنید و همه سکوت کنن. علی آقای خامنه ای برعکس آقای خمینی است. آقای خامنه‌ای نیاز به بقیه داره. زمان آقای خمینی بقیه گروه ها بودن که به آقای خمینی نیاز داشتن، ولی آقای خامنه‌ای نخه، وابسته است و توانایی این که با این که خودش این سیاست نرمش قهرمانه را پیش برده و با این که حتی مجبور شد در مجلس حکم حکومتی پنهانی بده و رئیس دفترش بره اونجا، مجلسی که نمایندگانش 200 حدود 200 بند به پیشنهادی برده بودن که تغییر بدن اون قانون مجلس رو، در عرض 20 دقیقه اون رو تصویب کرد. به دستور کی؟ به دستور آقای خامنه ای. شورای نگهبان کمتر از 20 دقیقه اصلا گفتن که ما واردش نمیشیم. و فرداش آقای خاتمی، این خاتمی وحشتناک، بله این خاتمی نماز جمعه، گفتش که الان دیگه زمان عبور از برجام هست. آقای مکارم شیرازی مرجع تقلید ولایت فقیهی اومد اعلام کردش که دیگه برجام قانون شده و اطاعت از برجام بر همه واجبه و هیچ کس حق نداره نسبت به اون انتقاد کنه. ولی خود آقای خامنه‌ای جرأت نکرد. درست. جرأت نکرد این مسئولیت رو بپذیره. مسئولیت رو میخواد بده به مجلس، مسئولیت رو میخواد بده به دولت آقای روحانی و آقای ظریف و به این و اون، و اینکه وضعیت بد بود خاطر که شخصیت قوی نداره در اصل. جناب مصطفی، خب اگر همینجا بیستیم از این پنج موردی که شرح دادین، خب اون بخشی که در مورد مسائل داخلی است که گرچه اینا میتونن سرکوب بکنن و هر کاری دیگه ای رو بکنن، ولی به هر حال اون گشایش در داخل میتواند از دست اونها خارج بشه، خود به خود یه نقش دیگه بگیره. گشایش با خارج رو خب درست فرمودین، مسئله این است که آمریکا رو نمیخوان باش و این بحثای نفوذ و اینا رو مطرح میکنن، ولی این بخشی که ایران الان تونسته به آرزوش برسه، یعنی بشه یه قدرتی که از، یعنی قرار بود یه روزی از ایران تا قدس برسن، الان خود به خود به وسیله سوریه آمدن تا نزدیکای قدس رسیدن، این آرزو رو به یه شکلی به طور غیر مستقیم برآورده کردن اینها.
چقدر این میتونه در شرایط جمهوری اسلامی براشون سازگار باشه. جمهوری اسلامی خودش با بزرگترین مشکلات روبروه، ولی الان در اون حالا تازه آغاز شده، هر هفته میبینیم 10 نفر 20 نفر از مسئولان سپاه کشته میشه. به زودی این گونه خواهد بود که نشون خواهد داد که خب اینا 20,000 تا هم نیروی حزب الله و بقیه شیعیان رو در اونجا یا افغانیایی رو که هزینه میپردازن میبرن خواهند داشت. چقدر میتونه این به پایداری و ماندگاریشون کمک بکنه؟ اینا فکر میکنن با این شکل ماندگاره؟ خدمتتون عرض کنم که حکومت‌های استعماری و سلطه‌گر و توسعه طلب میرفتن کشورهای دیگر رو میگرفتن برای که منابع اونها رو بردارن، منابع طبیعیشون و منابع انسانیشون رو، و بر قدرت خودشون بیفزاین. کاری که اروپایی ها با آفریقا انجام دادن، کاری که آمریکایی ها با خاورمیانه و کشورهای خلیج فارس انجام دادن. کشور ایران یک نمونه است برای که در همه موارد ما جمهوری اسلامی یک نمونه خاصی است. این که در کشورهای مثل پاکستان، یمن، عراق، بحرین، سوریه، لبنان، در همه این کشورها خرج میکنه، یعنی این ایران هستش که به اونها مجبور نیرو بده، توانایی بده به گروهایی که ازشون دفاع میکنه، نه به اون کشورها. و برعکس، یعنی که به جای اینکه نیروها و امکانات و پول و ثروت از اون کشورها به ایران بیاد، اون چیزی که یک امپراتوری معمولا انجام میده و فونکسیون یک امپراتوری هست، در این مورد ایران برعکس، ایران داره در کشورهای مختلف خرج میکنه برای اینکه سیاست خودشو بتونه حفظ بکنه، اما این رو در دراز مدت اصلا نمیتونه انجام بده، بلکه تواناییشو نداره. ببینید، حتی آلمان هیتلری که نیروهای خود رو در کشورهای مختلف پخش کرده بود، یک زمان رسید که دیگه اصلا امکانی نداشت، برای که از روسیه تا فرانسه نیرو پخش کرده بود و از اینها مجبور بود دائم به اینها کمک برسونه و یک زمانی میرسه دیگه توانایش نداره. رژیم ایران هم همین وضعیت رو داره. شما نگاه کنید تلفاتی که این رژیم داره میده، در صورتی که مستقیم هم عمل نمی کنه، بقیه رو میفرسته جلو، افغانی ها رو میفرسته جلو، عرب های مختلف عراق و یا سوریه رو میفرسته جلو، ولی با این حال میگن تا کنون حدود 40 تن از سرداران مختلف سپاه کشته شدن. و این تلفات کمی نیست، تلفات بالاییست. و از طرف دیگر هزینه هایی که میکنه، مجبوره به حزب الله لبنان بکنه، به در عراق بکنه، در سوریه انجام بده، در بحرین انجام بده. اینکه برعکس اون چیزی که آقای خامنه‌ای گمان میکنه و فکر میکنه، این جریان نه تنها رژیم اون رو در میان مدت نمیتونه تقویت کنه، بلکه باعث کمک کردن به فروپاشی رژیمش میشه. خصوصا که این رژیم دیگه در نزد افکار عمومی کشورهای عرب کاملا منفور شده. درسته. خب اگر اجازه بدین در وقت باقی مونده به این نکته بپردازیم. شما بسیار هر بار در گفتگوهاتون از نظر هزینه دهی این مسائل صحبت کردن که چقدر، امروز هم باز اشاره فرمودین که این ما همش 1.5% سوخت بوشهر رو میتونسته و اونم تازه 1.5% برق رو میتونسته تامین کنه. 1.5 ضرب در 1.5 بسیار عدد تقریبا هیچی میشه در برابر این کار کرد. حال امروز اینا دارن اعلام میکنن که میخوان این سانتریفیوژ ها رو بردارن، به قول معروف دیسمنتل کنن یا از کار بندازن 5060 تاشو. این سانتریفیوژ هایی که برمیدارن ما بقیه این 19500 تا که هست که میره در انبارها، آیا به نوعی در واقع به زباله بدل نمیشه؟ یعنی پول دلاری که ایران یا به نفت فروخته و تبدیل به این سانتریفیوژ ها کرده، آیا نمیره تبدیل به زباله بشه؟ من بعید میدونم که بعدها در آینده این بتونه مورد مصرف قرار بگیره. شما 100% مطمئن باشید که کوچکترین استفاده از اینها نمیشه کرد. کوچکترین. اولا این سانتریفیوژها مربوط به تکنولوژی 50 سال پیش هستن. 50 سال پیش. ثانیا 10 سال بعد که دیگه
اینها اصلا کاملا اسقاط هستند. توانی که این سانتریفیوژها الان دارن حدود یک سیوم توان سانتریفیوژهای مدرنی هستش که در کشورهای صنعتی ازشون استفاده میشه. شما مثل اگر بخوایم مثال ماشین رو بزنیم، مثل مصرف بنزین ماشین های بعد از جنگ جهانیه، یعنی مثلا 130 لیتر مصرف میکردن و ماشین هایی که الان 103 لیتر مصرف میکردن و بسیار حتی بدتر از این. این است که اینها متاسفانه این واقعیت رو نمیخوان مردم ایران بدونن، انگار که میتونن بدن توی انبار بگذارن و بردارن. حتی اگر همین الان اینها رو دیسمنتل بکنن و پیاده بکنن، دو روز بعد هم نمیتونن از همشون استفاده بکنن. خودشون البته اعتراف کردن که هر بار که اینها پیاده میشن و دوباره بعد سوار بشن 30%شون از بین میرن. بسیار حساس هستن این ماشین ها. و حالا شما اصلا این 5000 سانتریفیوژ به چه کار ایران میاد که میخواید این رو نگه دارید ادامه بدید؟ ببینید راه حل داشت این مسئله های گوهرزاد و بحران هسته‌ای رو بهش پایان دادن. راه حلش این بود که واقعیت رو، نه تمام واقعیت رو، ما نمیگیم که اینا میومدن و اعتراف میکردن دنبال بمب بودن یا میخواستن به عنوان مسئله امنیتی و نظامی استفاده کنن، ولی میامدن میگفتن از نظر اقتصادی این به صرفه ایران نیست و ما اشتباه محاسبه کرده بودیم، خود ما تمام این غنی‌سازی رو متوقف میکنیم، احتیاج به 2 سال چونه زدن نیستش که 5000 تا داشته باشیم، 10000 تا داشته باشیم، 190000 تا شروع شد، راضی شدن به 5000 تا. باور بفرمایید قدرت‌های غربی میخندن به ما، به مردم ایران، به رژیم ایران، میگن داشته باشید 5000 تا استفاده بکنید بذارید دائم بچرخن، برای که واقعا به هیچ کاری نمیاد. همه میدونن، حتی آقای صالحی اعتراف کرده، میگه اصلا ما اصلا داشته باشیم 190000 تا، ایران اورانیوم نداره که درسته. در 20 مهر با دانشجوها که دیدار کرد اصلا، یعنی اگه اینو آقای دکتر، من نمیدونم چقدر از این مسئله رو اینا در ایران پخش میکنن، یعنی اگه سخنان آقای صالحی رو با دانشجوان در تاریخ 20 مهر رو پخش بکنن، خودشون اصلا سند رد تمام مسائلشون رو مطرح کردن. ببینید متاسفانه گروه‌های بسیاری این مسائل رو سانسور میکنن. این مصاحبه دانشجو رو من پیدا کردم و در مقاله‌ای دربارش نوشتم و در مقاله هم صدا رو گذاشتم، ولی متاسفانه هیچ سایتی در از گروه‌های اصلاح طلب، حتی گروه‌های دلواپس و گروه‌های مختلف این رو نذاشتن. حالا چرا؟ برای اینکه گروه‌های دلواپس آقای خامنه‌ای دستور میده و سایت رجا نیوز که نزدیک هست به دلواپس ها بعد از 1 ساعت اون نوار صوتی رو برداشت. خب اونها که از آقای خامنه‌ای دستور مستقیم گرفتند و گفتند به صلاح مملکت نیست و این کار اشتباه است. گروه های اصلاح طلب هم چون رفتن دنبال برجام و نمیخوان واقعیت سیاست هسته‌ای ابراز بشه، اونها هم اینها رو منتشر نمی کنن. من واقعا متاسفم که این مسئله رو از دید سیاسی بهش می نگرن. مسئله اگر مسئله هسته ایران رو از دید اقتصادی بهش نظر شده بود، ما امروز این مشکلات رو نداشتیم. درست. ولی خب اونها متاسفانه همچین دیدی رو ندارن، خصوصا که آقای هاشمی رفسنجانی از پایه‌گذاران مهمه این سیاست هست. من برای بینندگان گرامی که فکر می‌کنن که در مورد چه موضوعی صحبت می‌کنیم اشاره می‌کنم که اگر بر فیسبوک آقای دکتر مهران مصطفی برن، این بخش رو خواهند دید، این سخن آقای صالحی رو خواهند دید. آقای دکتر، چون به مسئله آقای صالحی اشاره می‌کنیم، آقای صالحی رفتن ژاپن و یه گفتگویی که کردن در اونجا گفتن که مرحله‌ای حالا مسئله آب سنگین عراق رو منتظر هستن که کشورهای غربی به صورت سندی بگن که چه میخوام بکنم، بعدن اون رو از بین ببره. این چقدر تفاوت میکنه با اینکه غربی ها میگن که نه، اول باید ایران اون قلب راکتور عراق رو در بیاره و بعد مسائل تحریم ها برداشته میشه. بله، اینا همش بازی با کلمات و
برای اینکه یک گروه تشکیل شده درباره کار برای کار کردن درباره پروژه عراق، متشکل از آمریکا، چین و ایران هستش. به اصطلاح چینی ها در این وسط که هر کس از این خال نعمت یک بهره و استفاده برده، به چینی ها راکتور عراق رسیده. البته آمریکایی‌ها خودشون همه جا حضور دارن، اینکه آمریکایی‌ها هم هستن. آقای خامنه‌ای گفته که باید مشخص بکنن چی میخوان، چگونه میخوان. خب همه اینها قبلش طرحش ریخته شده، چیز جدیدی نیستش که مشخص شده که این راکتور آب سنگین باید سوختش عوض بشه و تبدیل بشه یک، به جای سوختی که از اورانیوم طبیعی استفاده میشه، از سوختی که با اورانیوم 2.5% غنی شده استفاده بشه. خب این رو میتونن جلوشون بذارن، پس میگن از حالا شروع بکنید که و این راکتور رو برش دارید. حالا این شرط هایی که آقای خامنه‌ای گذاشته همه شوخی است، یعنی اینها برای آرام کردن گروه های داخل کشور هستش و الان اصلا معنی نداره که این شرط ها، برای که برجام مورد به مورد مشخص شده. و به غیر از برجام، چیزی که گفته نمیشه این که برجام اکنون جزء قطعنامه های تصویبی شورای امنیت سازمان ملل هستش. شما دیگه مگر اینکه ایران بخواد بگه ما انجام نمیدیم، اگر بخواد بگه انجام نمیدیم، تمامی اون تحریم ها باز برمیگرده و حتی خطر جنگ هم برایش اضافه میشه. این هستش که این صحبت هایی که آقای خامنه‌ای کرده، اون شرط هایی که تعیین کرده، به اصطلاح شرط هایی است که برای آرام کردن گروه های دلواپس و اینکه خود رو از مسئولیت یکم عقب تر بکشه انجام داده. و الا همه میدونن، جالب این هستش که شروع کردن پیاده کردن سانتریفوژ های فوردو و سانتریفوژ های نتنز و این گروه های دلواپس گفتن پس این نامه آقای خامنه‌ای چی شد؟ آقای خامنه‌ای گفت تو یک گروه نظارت بر اجرای برجام میذارن، هنوز اون گروه تعیین نشده، شما رفتید اینا رو دارید پیاده میکنید. و میبینید که همه اینها حرف، بعد یکی میاد میگه که نخیر پیاده نکردیم، فقط خاموش کردیم و میدونید با کلمات بازی میکنن، ولی واقعیتش این که آقای خامنه‌ای جام زهر رو سر کشیده و قادر نیستش که اقرار کنه که این عملو انجام داده. سپاسگزارم آقای دکتر، خیلی گفتگو میتونست بیشتر ادامه پیدا بکنه و باز هم در آینده صحبت میکنیم. خیلی این بحثای بازآفرینی و نمیدونم بازیابی و تمام این مسائل در مورد اتمی حالا این روزا مد روز ایران شده و همواره میگن که نه از این راه که رفتیم حالا این کارو میکنیم، نمیدونم آب سنگین این کارو میکردیم، حالا به یه نوع دیگه میله چی تولید میکنیم. حالا از نظر تخصصی اینا بمونه. سپاسگزارم از حضورتون، به امید گفتگو در آینده در همین زمینه و مسائل فنی و اقتصادیش در رابطه با یک دیگه. خیلی ممنون، وقت همگی خوش، شاد و پیروز باشید.